سلام به همگی، خوش اومدید به این قسمت پرچین رپ ریاکشن. تند و سری بریم و بیایم. سلام، روحام هستم. سلام عزیزای دل، سهراب هستم. خوش اومدید به این قسمت. امیدوارم هر جا که هستید خوب و توپ و درجه یک باشید. امروز چیزی نمیدونی بچه، خاطر بازی کن چی بچه. امروز خاطر بازی داریم و اینکه بچه خبری از کی؟ خبری از آرتیستای رپ فارسی ندارید آقا؟ کجا هن الان اینا؟ دلمون تنگه براشون. یه تعدادی که میدونیم کنسرت هن، مثلا لیتو خمسه، این بچه ها مثلا کنسرت هن، بقیه کجای ستون ها؟ دیدی مثلا قدیما تو چت میرفتم من میگونم زیرا بیا دستا شو رپر های عزیز دستا بالا تو رو خدا. عشق دل، این تک تکتون رو دوست داریم. و اینکه امروز اومدیم با خاطر بازی از فدایی عزیز ترک نمیدونم. نمیدونی؟ نمیدونم. نمیدونی؟ نه باور کن. ترک چیه تو میدونی؟ نمیدونم. نمیدونم دیگه. خب آقا اینجاییم امروز با نمیدونم، خاطر بازی با ترک نمیدونم. بریم که من یه خاطر خفنم بهش براتون تعریف کنم با این چیز و اینا. یادم نمیاد خاطری هم که تو نمیدونی. من نمیدونم بچه ها. ببینم میاد میاد. برو بریم. من هدفونه رو گذاشتم. هدفونه رو بذارید مثبت 18 هم هست. ولوم رو بیارید بالا تا جایی که جا داره. بچه ها ببرید. امشب میاد دیگه. امشبه. یلداتون مبارک، ستون های دل، عشقا. پرشین شب ریاکشن هم هست. بریم که شد. ساعت هم الان 5:05 دقیقه است. خدا وکیلی ببین. میدونم که همتونش میدم. آره میدونم که همتون ذوق دارین، چون امشب یک دقیقه از دیشب و فردا شب بیشتره. شب okay. بلندتره و ایمه بعد دوباره روز بلند میشه و خدا رو شکر دیگه 4:30 بعد از اون هوا تاریک نمیشه. یلدای همتون مبارک. تا میتونید از دور هم بودن لذت ببرید. این خنزل پنزل و نمیدونم هندونه و فلان و بیزاینا همش بهونه است که دور هم بودن میشه. با یه چیپس و 200 گرم تخمه هم میشه دوره هم بود. آقا بریم فدایی داشته باشیم. گوش کنم حال کنیم دیگه ستون ها. چه من صدا نهارم؟ الان داری دیگه؟ نه تو اینی؟ مال تو تو تبین مال من صفر. ها؟ وکال این زیر میاد برات آشنا نیست؟ چرا خیلی آشنا ولی نمیدونم چیه. یکی از ترک های منه، سامپلش ما بیتش دانلودی بود قدیما میخوندیم. کدوم؟ نمیدونم، باید خودم گوش بدم. فکر کنم کیسه بوکس بود. نه کیسه بوکس چیز بود. کیسه بوکس یارو بود، اون آهنگه هست رومیه. یادم میاد، نمیتونم. وقتی ترک وقتی دقیقا همین زم همین صدا. پشت پلکم بگذریم بهتره بشنفی مکل که هر روز صبح سر میخوره رو گونه شبنم. شرمندم چون من ترفندم مثل دلغکنی که لبخم بزنه رعیت به دردم. نمیدونم من نپر شیرینه یا تلخ هستی. دو دلم اصلا هستی به چی تشبیه میشی؟ آدم قبلی یا با سال تحویل میشی؟ کلو میچینی یا به خاک کارت تشریق میدی؟ ها به پشت رفیقاش همون گلای فرش که یه عمر زیر پاله میشن. هم مرغ عشقای تشیش که فقط رو دستای درویش بید میگه. من چه میدونم چرا گربا اهلی نمیشن. مرغ عشقای تشیش که فقط رو دست درویش بید میگن. بید میگن یا میگیرن؟
من از میگم اون مرغش هایی که فالو در میارن رو میگه که فقط اون دست های درویش بید میگه من چه میدونم چرا گرگا اهلی نمیشن و تو قفص نمیمونم سگا مثل قناری و نمیخونم باور کن نمیدونم خدا هست یا نه چرا زمین خونه ی آدمه ولی فقرا اسبابه بپرسم اومنی که چشم به آسمون داره ولی تو وقت عباده سرش گرم نمیشه و ستاره میکنه خدا رو ستایش نه اونم نمیدونم بیخیالش باور کن نمیدونم چرا شهر پر تنهاست پس گوشن سرها من نمیدونم میگه که باور کن نمیدونم که شهر پر از تنهاست کسایی که تنها هن و پر از تنها تن و کوشن سرها سرها کجان تنهایی که تو شهر سرها چرا شهر پر تنهاست پس گوشن سرها من نمیدونم یکی از خفن تر ایهامه رفت بازی تا اون موقع میگم یکی از خفن ترین ایهامه رپ فارسی تا اون موقع بود فکر کنم. آره چرا شهر پر از تنهاست پس گوشن سرها که فکر کنم نوید صدر استفاده کرد کی بود یادم نیست ولی یادم نیست یادم توی ترک گفته بود که از اشکام بپرس کجان سرها آره توی مایا توی که ترک گفته بود که ریاکشنش هم رفتیم یادم نیست آره دقیقاً چرا شهر پر تنهاست پس گوشن سرها من نمیدونم نمیدونم کافر سنگ میشه یا دل مثل واژن خالی باشه تنگ میشه حقیقت کدومه ها دروغه یا راستش تو قلبه یا لاپاس غیر بده واسه خدا بریزه رو سرت شواش کار خیر کن بگیری پاداش بری بهش اضافه فابریکو یه گونی هوریزا پاس راستی تو بهشتم پولی هم فرشته ها از جهنم بنویسی میسوزونن نوشته ها فدای فتیش شعر دا فایسا تو بهشت اگه از جهنم بنویسی میسوزونن نوشته تو چه سوالی میشه فدایی از همون موقع هم اصلا میشه همچه چیزی اصلا چه ذهن مریضی نه دیگه چرا تا حالا بهش پرداخته نشد تو بهش که آتیش وجود نداره یکی مینویسه یکی دیگه مینویسه اون یکی هم مینویسه اون یکی هم مینویسه بعد کم کم بهش تبدیل به جهنم میشه اصلا کسی بهش باشه فکر میکنه به جهنم اصلا یا اصلا چون جاش راحت فکر نمی کنه بابا اونجا میگه ناب و روخ یار و دختر نیکو سرشته بابا قضیه داستان چیه؟ ما این دنیا رو از دست دادیم که اون دنیا رو بشته باشیم یعنی بریم اون دنیا هم رو دیوار بنویسن جهندم سبحکم الله فل خیر و عافیه احسن منم بنویسی میسوزونن نوشته ها فدای فتیش شعر داره تو اقیانوس جوهر خودشو ول داده از زندگی بریدم بد بریدم که دیگه تنم نمیره سک خور وقتی هایده زنم نمیشه آره بد بریدم بد بریدم منظور به بود لباس هم هست مثلا تو بازم ایهام بود آره ببین تنم نمیره ببین تنگش کرد آره میره که سک خور وقتی هایده زنم نمیشه ببین بریدم از این زندگی لعنتی سک خور وقتی هایده زنم نمیشه خیلی مهمه زنده باد خیلی مهمه برای من تو اون حالا بریم برای این نسل واسم با جوک میگم ولی هنوز سر ابت زنم نمیشه آره بد بریدم واسم با جوک میگم ولی هنوز سر پا بجا شکی هست نمیدونم چرا حرفم تو دهن نمیمونه یا چرا سر شب رو به سر میگه بد بریدم واسه اموات جوک میگم تا حالا کسی این کار کرده؟ یا فقط میرم بدبختی هاشون رو پیش امواتشون میبرن نه شب برن گریه کنن اه من اینجوری شد مثلا تا حالا اصلا سعی کردن نه این که بره سر خاک یارو براش جوک بگه نه منظور با مردن طرف جوک میسازه مثلا برای هم با جوک میگم خب اونجوری چی میشه با مردن اموات جوک میگم اون که یه متر میشه نمیتونه جواب نمیدونم چرا حرفم تو دهن نمیمونه یا چرا سر شب رو به سر نمیدوزم یا چرا جنگ و برعکس نمیخونم نمیدونم کسی ناظر این حوادثه یا فقط درگیر جمع وری مفاسدن راستی سوال از شما آج آقا ده چرا بیگون و زندونیه و قصدتون چیه نکنه چون اکسیژن با سبز چطوریه و صرف خون میشه حاجی در بهترین حالت سر تکون میده حق بهشون میدم چون نمیدونه باور کن نمیدونم هیچ چیزی نمیدونه پس گوشن سرها من نمیدونم باور کن نمیدونم چرا شهر پر تنهاست پس گوشن سرها من نمیدونم
گوشم سرها من نمیدونم باور کن نمیدونم کف رو وکال این زنم با یه مصفت 18 ریز خیلی مونده؟ آره خالیه جو مهدیاره تا ثانیه آخر با بیت بازی میکنه. خب آقا مال آلبوم عدل فدایی بود بابا یه مصفت 18 ریز اون گوشه گذاشتن که ادیسوریه رو نذارن زنده با سازیش کنن. آقا شما بگو یه خاطر خاطر پوبر کن نمیدونم خب من اون موقع واقعا فدایی دنبال نمی کردم دروغ نمیگم زنده بود من دنبال نمی کردم. یادمه یه رفیق داشتیم میدونی دیگه خیلی ملتفتی بود و هر موقع میرفتم پیشش و من اصلا تو وای به مثلا بیا فکر کنیم به تکسا بیا مثلا عمیق ببین چیزی مثلا طرف میگه من اون موقع تو این وایب نبودم واقعا هر بارم میرفتیم نمیدونم و یا هزار تا مزنون اینا رو میزد و من گوش فقط اونجا هم بودم دیگه گوش میدادم اینجا میگه بله بله درسته چقدر قشنگ گفت چقدر اینجا قشنگ ولی فکر نمیگه اصلا حال نشم مثلا چرا عمیق مثلا زنده کامن چیزا اما من گوش میدادم این زیاد خاطر این ترکو موقع بلوتوثی و اینا بود اگه اشتباه نکنم تو جمع ما بلوتوثی بود یه 250 داشتم سامسونگ یادم این 250 فکر میکنم با اون گوش فکر میکنم با اون گوش میدیم واسه چه دورانیه این 250 داشتی من S500 یا N70 داشتم S500 داشتم این واسه زمانی که تو N70 داشتی آه. دقیقاً آفرین واسه زمانی که تو N72 و N72 داشتی که جفت داشتیم شبیه نه 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 دو نداشتم N70 بود که شبیه N72 بود آفرین یه N70 اگه دیده باشی نوکیا N70 دور گوشی داریم صحبت میگونیم برای کسی که نمیدونن چون خیلی قدیمیه و N70 یه حالت نقره‌ای‌طور داشت یه N70 اومده بود آخرا ورژن موزیکش بود یعنی یه موزیک پلیر داشت مثلا اون گوشش بعد قهوه‌ای بود مشکی بود مشکی بود که N72 و N73 مشکی بود N70 مشکی نبود این یه دونه مثلا رنگش بود که اورجینال مشکی میزن خیلی چیزا مثلا خاصی الان مثلا دیدی 13 میاد میگن اولین 13 فلان منطقه دست فلانی اون موقع اولین نه 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 رنگش منطقه دست امراه بود نه 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 رنگش خاص بود مثلا اصلا چه میدونم آیفون قرمز کم بود یه مدت زن رنگش خیلی خاص بود زنده باد آره داشت میگفتی این واسه اون زمانه ما کجا میرفتیم اون زمان ها همیشه میرفتیم پارک آفرین با یه همین یه بچه میتینگ میگرفتیم آره با همین پارک شلواری که الان پامه آره نمیدونم چی اسمش با یه دونه هودی سورمه داشتم که اینجاش یه تمسا داشت آره. یاد باشه که زمستون شد یه کاپشن پوفوفی آره منم دارم که کاپشن پوفوفی اینا داریم که اون زمان یادمه که تحت تاثیر فدایی بودم و یه تکست هم گفته بودم یه ویدیوش هم باید باشه اگه باشه شاید بذارم جون ریاکشن اگه پیداش بکنم یه چیز جای مایه بود کلاغا میرن از ناقوس فلان میکنن یه چیز این مایه بود خیلی دارک و اینا بود حالا اگه بتونم پیداش کنم حتما میذارم ولی باحال بود خیلی چون ما موقع خیلی تو پارک میرفتیم و فریستایل و این داستان همونجوری که همرو هم گفت و اینا آره یه منطقه پارک کلا باحال بود و یادم اون واسه ما بود آره میگم چی میگم نه نمیشه چیز کرد نه شکست نفسی نمیشه کرد واسه ما بود قشنگ آره بچهای بنده یک ما رو کتک کار میکنن تو ویدیو آره دهن ما رو سرویس کردن دهن ما سرویس کردن نمیدونم چرا آره میرفتیم اون گوشه گوشه پارک اصلا هیچکی میومدن میدیدن ما هستیم میرفتن آره خیلی خوب آره
عشق دلید بچه‌ها خیلی دوستتون داریم. اگه پیدا کردم که گذاشتم احتمالاً، اگه پیدا نکردم من باشه. اینی که تو میگی و منم ندیدم. چرا دیدی بابا؟ تو فیلم گرفتی اصلا. این بده. این اسکی اسون سگ تو سرما خدا کنه بتونم پیدا کنم. ببین مثل چی داو اسمش رپی داریم؟ یعنی آره اون زمانی که اصلا مود نبود این کارو. سال 90 ما داو اسمش داریم. مثلا سال 92 اصلا ما مثل چیزایی داریم که الان مثلا یارو اون کانتنت رو میزنه بوم یه هوی میتونه. آره به خدا، یعنی یه کارهایی گردیم که ولی همینجوری گذاشتیم تو هاردمون و یه چیز تو مایه جمجمه قمقمه بین خودمون هست. عشق دلی دمه همتون گرم رسی که تا جای برنامه با همراه بودید. سابسکرایب لایک کامنت فرموش نشید چون تو قلب واسی علی و خلاص سورو با اینجا شب شهرمونه. خود خلوت اینجا گفتم که دنیا هم شده مثل فستیوال دروغ. دروغ میگی و میشه صبح روز شور و مغزای دور تنگاری معیوب شدن. فکرها به کار نی میگی آخرش به چی؟ آخرش که چی؟ آخرش به چی؟ باید دل ببندم و پول درارم. وقتی شخصیت الانم و دوست ندارم، پول ندارم، ماشین و خونه و جونی کارم، شدم مثل مترسک و دل ندارم. یه جا وایستادم و روزا میگذره، هر کی هم رسید با منقار سیاه از این کالبد بیجون ما یه چی میچنه. سهراب